بسم الله الرحمن الرحیم. جلالت مآبی محترم بی بی گل رولاغنی بانوی نخست کشور، جلالت مآبی محترم وزیر صاحب کریمی، وزیر محترم وزارت انکشاف و دیهات، خانم مسلح معین صاحب محترم وزارت امور زنان، خانم صمد معین صاحب محترم وزارت صحت، آقای منسون از کمیته سویدن برای افغانستان و همکار ما از اداره یونیسف، همه حضار حاضر در مجلس، سلام و صبح همه شما بخیر. خدا را سپاسگزار هستم که امسال و امروز شاهد دومین تجلیل از روز حفظ صحه و قاعدگی زنان هستیم، او هم در شرایط و در سرزمینی که متاسفانه موضوع طبیعی قاعدگی زنان به عنوان یک تابو و به عنوان یک رسم و رواج ناپسند در طول تاریخ تبدیل شده. جا داره که در اینجا بر روح شهید مولوی صاحب ریحان درود بفرستم که سال گذشته با دانش و فهمی که از این مسئله دینی و طبیعی داشتن به عنوان سفیر حفظ و صحه فردی و قاعدگی زنان مسئولیت از این را گرفته بودند که به عنوان یک عالم از منابر و از مساجد در امر آگاهی دهی نسبت به این موضوع یا پدیده طبیعی همکاری بکنند. وزارت معارف خداوند روحشان شاد بکنند. بزرگداشت و یاد بود و تعهد تجلیل از روز حفظ صحه فردی و قاعدگی هم یک امر دینی هست، هم یک رسم و رواج درست هست و هم یک امر طبیعی هست. خدا در قرآن در مورد این مسئله بارها فرموده و هدایات در امر حفظ صحیح فردی داده و در ادبیات کلاسیک ما به وفور در مورد این مسئله یاد شده و در مورد نظافت‌های فردی تأکیدات زیادی ما دار و در موضوع طبی هم همه دکتر صاحبان خانم صمد تشریف دارند، خوبتر توضیح میتن که ایره یک امر طبیعی دانسته و در واقع عدم وقوع قاعدگی را یک امر غیر صحی و غیر طبیعی دانستن. ما از آدرس وزارت معارف افغانستان باید به همه دختران ما بفهمانیم که فرارسیدن دوره قاعدگی یک امر طبیعی و یک امر صحی است که هر دختر کامل به لحاظ صحی این دوران باید طی بکنه. و من همیشه گفتم که به عنوان یک رسم پسندیده، چیزی که خدا فرموده و در طبیعت وجود داره، ما این آگاهی و تغییر در طرز سلوک به همه افراد موجود در سرزمین ما بفهمانیم که در این هیچ شرمی وجود نداره، هیچ ممانعت نیست و هیچگاه تابوی نمیتانه باشه. ما در امی کشور، در امی سرزمین و در میان این مردم سالهای سال هست که از ختنه پسران با افتخار یاد میکنیم، محافل میگیریم، تجلیل میگیریم و همه خانواده ها در واقع احساس رضایت میکنند که پسرانشان رشد کرده و به یک دوره دیگی از زندگیشان پا نهادن، در حالی که ختنه یک امر سنت هست و در مسئله قاعدگی دساتر الهی و قرآنی وجود داره. ما از اوامر سنت تجلیل میکنیم ولی در مسائل فرضی کوتاهی میکنیم و به قول شاعر خدا هم در مسلمانی ما متحیر است که ما
چرا مسائلی که اولویت داره را تجلیل نمی کنیم، آگاهی نمی دیم و عملی نمی سازیم؟ شاید تعدادی از دوستا این سوال را مطرح بکنن که چرا وزارت معارف در این امر مدیریت آگاهی دهی را به عهده گرفته. مطالعاتی که ما در سال گذشته و در سالهای پیشین به همکاری دوستان بین المللی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که قاعدگی و ناآگاهی از قاعدگی یکی از موانع بزرگ فرارای توسعه تعلیم و تربیت است. آثار و آسیب‌هایی که از قاعدگی و از عدم آگاهی از قاعدگی ما مطالعه کردیم در معارف، از غیرحاضری شاگردان گرفته تا ترک تعلیم، تا ضعف در قوه یادگیری شاگردان، تا بی‌عدالتی در ارائه خدمات تعلیم و تربیت برای پسران و دختران، و حتی در دراز مدت تا به در واقع تقدیم زنان کم تعلیم یافته و کم توسعه در جامعه ما هست. و وقتی که ریشه یابی میکنیم، مطالعه میکنیم، از ریشه تا به بالا میبینیم که بسیاری از مشکلات تعلیمی ما در قشر دختران ناشی از یک عامل طبیعی است که ما کمتر ارائه آگاهی کردیم. من یک مثال کوچک میگم، سخنانم هم کوتاه میکنم که بانوی اول سفر دارن و باید صحبت بکنن، اینجا تشریف آوردن تشکری میکنم. ژاپنیا میگن که به خاطر یک نعل یک اسب افتاد و به خاطر یک اسب سواره افتاد، به خاطر سواره فرماندهی زمینگیر شد، به خاطر فرماندهی جنگ شکست خورد، به خاطر جنگ مملکت فتح شد و به خاطر تصرف مملکت ملت از تاریخ نابود شد. و این همه به خاطر بود که نعلبند نعل را درست نکوبیده بود. ما گاهی وقت مسائل بسیار خرد و کوچک میگیریم، ولی تبعات از او، آثار از او آنقدر بزرگ است که گاهی وقت باعث نابودی یک ملت هم میشه. در مورد عدم آگاهی قاعدگی زنان هم صدق میکنه این مثال. اگر دختری که به دوره رشد میرسه و نسبت به این امر آگاهی نداشته باشه، دچار اختلالات میشه، آسیب‌های روانی میبینه، از درسایش رسیدگی نمیشه، در صنف دچار اختلالات هست، استاد به دلیلی که نمیفهمه توهین میکنه، تحقیر میکنه، تنبل هستی میگه، به درسایت نمیرسی میگه، عقده‌ای بار میایه. در آخر روز یک زنی که در جامعه تقدیم شده با ده ها مشکلات روانشناختی که ما نمیدانیم علت و ریشه از او در کجاست، و فردا مسئولیتی را به عهده میگیره. و شما فکر کنید که یک کسی با هی همه مشکلاتی که ما صحبت کردیم مسئول یکی از عوامر بسیار خطیر در جامعه میشه و به مسئولیتهایش رسیدگی کرده نمیتونه. شاید روزی این زن و یا فرزند این زن زعامت یک ملت را به عهده بگیره. معلوم نیست چی تبعاتی از زعامت یک چنین انسان بیرون میشه. به همین دلیل ما در وزارت معارف به خاطر از اینکه بتانیم این مشکل را حل بسازیم، اقدامات را برای شاگردان دوره متوسطه ما روی دست گرفتیم که در سال گذشته هم تعهد کرده بودیم و الحمدلله که در حدود 110,000 جلد کتاب رهنمای قاعدگی را ما تانستیم چاپ بکنیم به همکاری اداری یونیسف که من تشکر میکنم و وزارت محترم صحت، و تانستیم که حداقل در ولایات مختلف افغانستان فعلا به عنوان یک مضمون تقویتی در میان شاگردان تدریس شود تا همه شاگردان ما نسبت به این پدیده طبیعی آگاهی پیدا بکنند. و در این زمان در هر ولایت ما دو ماستر ترینر را استخدام کردیم تا معلمان را در سطوح مکاتب اینا آموزش بتن و رهنمایی بکنند تا این مسئله آهسته آهسته
تبدیل شود به یک فرهنگ پسندیده و همه نسبت به این باز اطلاع و آگاهی خوب داشته باشه و در عین زمان تغییر در طرز سلوک هم به عنوان یکی از اولویت ها در وزارت معارف وجود داره. پیامی هم دارم خدمت چند قشری که میتونن در این قسمت با ما در وزارت معارف همکاری بکنن. اول از همه شاگردانی که در این دوره راهنمایی دیدن، آگاهی دارن، خواهش ما ای است که نسبت به این مسئله مسئولیت احساس کنن و به همه شاگردانی که همصنفیشان هستند در او مکاتب درس میخوانند و نسبت به این امر اطلاعات کمتر دارند کمک کنند تا اونا هم آگاهیشان بیشتر شود. از والدین هم خواهش میکنم که این امر الهی را بپذیرند به عنوان یک واقعیت و در این نه در شریعت و نه در دین هیچ عیبی وجود نداره. نسبت به این امر با دخترانشان کمک و همکاری بکنند تا آگاهی خوبتر و بهتری داشته باشند. از وزارت محترم احیا و انکشاف دهات خواهش ما ایست که از طریق شوراها، از طریق CDC ها همکاری بکند تا در شوراهای مسئله یاد شود و بزرگان ما در محلات و روستاها در امر آگاهی دهی نسبت به این پدیده همکاری بکنند ما را. از علما و ملاها هم خواهش ما ایست که از طریق منابر و از طریق مراجعی که با مردم در تماس هستند این امر دینی را ترویج بکنند و تبلیغ بکنند و در نهایت از اصحاب رسانه ها، از دوستان رسانه ای ما خواهش میکنیم که آگاهی دهی از طریق تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی را به عنوان یک اولویت ملی در نظر بگیرند و در کنار وزارت معارف ایستاده شوند تا ما به زودترین فرصت بتانیم که این موضوع را تبدیل به یک فرهنگ پسندیده در افغانستان بسازیم و همه دختران ما از شهر تا دیهات نسبت به قاعدگی معلومات کامل داشته باشند تا در قسمت حفظ صحه فردی خودشان توجه بکنند، شاگردان لایق، یادگیرنده، با انرژی و در نتیجه شهروندان موفقی در سرزمین ما تبدیل شوند. روز و روزگارتان بخیر. یک تشکری خاصم از کسانی که همکاری کردند در سال 1397 دارم از بی بی کریمه طاهری مدیر مکتب زرغونه که با ما همکاری کردند، انا از ولایت خوست، ناز نگاره مومنزای از مکتب فاطمه زهرای پکتیکا، خاطره صدیقی از مهری هروی، رضوانه صمدی از مکتب فاطمه بلخی، تورپیکای مومند ماستر ترینه حفظ صحه دختران و شمساز صافی از مکتب بیبی مریم ولایت ننگرهار، از همه شما تک تک سپاسگزاری میکنم. روزتان بخیر.